نهادهای مدنی در غرب کشور از دولت و جامعه جهانی میخواهند تا طالبان را در فهرست گروه های تروریستی قرار دهند. آنان همچنین میگویند که نامزدان ریاست جمهوری هم باید آشکارا در این زمینه سخن گویند و روشن سازند که چه برنامه هایی را برای مقابله با طالبان روی دست دارند. و باور بسیاری طالبان بر پایه تعریف انجام شده گروهی تروریستی اند، ولی تاکنون نه دولت افغانستان از آنان به عنوان دهشت افکن یاد کرده و نه هم جامعه جهانی. این برای نخستین بار است که نهادهای مدنی در این زمینه ابراز نظر می کنند. نهادهای مدنی در غرب کشور خواستار روشن شدن قضیه طالبان در سیاست افغانستانند. به باور کنشگران مدنی، از هر روی که بنگریم کارهای این گروه به سازمانهای تروریستی میماند و دولت و جامعه جهانی باید در تعریف این گروه آشکارتر سخن گویند. علی جان فصیحی سخنگوی شبکه نهادهای جامعه مدنی در هرات از این سخن میگوید که دیگر از دولت کنونی توقعی نمی‌رود و این نامزدان ریاست جمهوری هستند که باید برنامه‌های روشنی در زمینه تصمیم گیری علیه طالبان داشته باشند. خواستار این هستیم که هر چی زودتر قضیه طالبان را به هر نحوی که می‌خواهند یا جزو گروه‌های توریستی قرار می‌دهند یا به نحو مذاکره کرده و اینها را به میز مذاکره از طریق پروسه صلح به افغانستان اینها را باز میگردانه، به هر طریقی میشه این گروه را باید برحال حل کنن مشکلاتشان. در همین حال نهادهای مدنی در ولایت غور هم در یک گرد همایی خواستار این شدند تا دولت و جامعه جهانی این گروه را در فهرست تروریستی قرار دهد. در این گرد همایی از دولت خواسته شده تا قاتلان را به پنجه قانون بسپارند. همچنین حسن حکیمی کنشگر مدنی در این ولایت میگوید که تاکنون دولت هرچه به طالبان پیشنهاد صلح داده، ولی این گروه همواره پاسخشان منفی بوده است. او گفت ما از دولت میخواهیم تا جدی با این گروه برخورد کند و به همراه جامعه جهانی آنها را در فهرست گروه های تروریستی قرار دهند. ما خواستم از دولت دولت افغانستان و جامعه جهانی به لیست گروه های تروریستی اضافه کنند و حتی یک از مقامات اینا که عزیز آزاد شد دوباره بیان به لیست. اینا هر روز دولت تلاشای صلح جویانه میکنه ولی اینا پاسخ منفی میدن. مخالفان مسلح دولت، ناراضیان دولت و دیگر نامها را در این چند سال بارها رسانه‌های افغانستان به طالبان میگفتند. از سوی دیگر همواره رئیس جمهوری کشور هم اعضای این گروه را برادر خوانده است. این باره برای بسیاری از مردم افغانستان خوشایند نبوده، چون هرگاه آقای کرزی آنان را برادر خوانده، افراد این گروه دست به عملیات زدند که در این عملیات در کنار نیروهای دولتی افراد ملکی هم کشته شدند.